با درود. در جلسه گذشته با هم مدولاسیون و دو الگوی جدید ریتمیک برای دست چپ و دست راست یاد گرفتیم. امروز میخوایم با هم دو قطعه جدید رو کار بکنیم. قطعه اول ساریگلین و قطعه دوم فور الیزه. بریم روی ساز امتحانشون کنیم. قطعه دوم امروزمون فور الیزه هست. قطعه رو اجرا میکنم، بعد درباره نکاتش با هم صحبت میکنم. این قطعه با میزان نمای 3 4 شروع میشه، ولی میزان ناقص داریم که با دو تا چنگ شروع شده. این می ری دیزی که شروع کردم 3 و ماست، یعنی 3 و میشماریم، بعد دوباره 1 و 2 و 3 و. چون این قطعه تمامش با الگوهای چنگ پر شده، حتما باید 1 و 2 و 3 و بشماریم. دست چپ و راست این قطعه یک الگوهای پشت سر هم، یعنی دست چپ سه تا چنگ میزنه، دست راست این سه تا چنگ رو ادامه میده. حتما به این نکته دقت کنید که اینا باید پیوسته شنیده بشه. به طور مثال توی میزان دوم ما دست چپمون داره لا می لا میزنه، دست راستمون دو می لا که تو میزان بعدی به یک سی سیاه ختم میشه. پس بهتر ما اون سی هم اضافه کنیم بهش. لا می لا دو می لا سی. یکم که سریع تجربهش کنیم پیوستگیش دقیق تر شنیده میشه. نوتا رو نگه داشتم که بتونیم ببینیم توی تمام بخشا می سولی سی می سولی سی دو. این الگو رو اگر خوب یاد بگیریم این قطعه رو خیلی راحت میتونیم اجرا کنیم، چون همین الگوها خیلی داره تکرار میشه. توی بخشای بعدی ما الگوهامون شبیه همینه، ولی خب نوتا داره عوض میشه. یعنی اینجا میزنیم سی دو ره،
این بر دست چپ دو سل دو، دست را سل فا می ره. توی این قطعه ما یک تکرار دو بخشی داریم که ولت یک و دو بود. این تکرار حتما باید برگرده رعایتش بکنیم بعد ولت دو قطعه تموم بشه. نکته که اینجا شاید برای ما جدید بود، ریتارداندو وسط قطعه بود. این بخش رو براتون اجرا میکنم. به ریتارداندو دقت کنین. اینجا ما ریتارداندو داریم، بعدش اصطلاح داریم اتمپو. این اصطلاح یعنی برگشت به تمپو یا سرعت اولیه. این قطعه سرعتش تقریبا بالاست، پس حتما با سرعت پایین اجراش بکنیم که بتونیم سرعت‌های بالاتر رو آروم آروم بهش برسیم.